خب دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین نظری ام ام ای، درود بر شما. با یک کشتی زیبایی در خدمت شما عزیزان هستم از سالن شهدای هفتم تیر، محل برگزاری مسابقات قهرمانی لیگ برتر کشور. دو تیم هم سازان هوتم و بانک شهر در مقابل هم قرار گرفتن. کامران قاسمپور، دلاور مازنی ما با دوندی آبی برای هم سازان هوتم کشتی میگیره و محمد جواد ابراهیمی دلاور دیگر دلاور مازنی ما از سوادکو برای بانک شهر با دوندی قرمز وزن 92 کیلوگرم راستای هم دیگه کار میکنن. سالن یک پارچه کامران رو تشویق میکنه، تو دل همه مردم ایران جا داره. کامران قاسمپور یعنی مازنی ما قهرمان جهان، کامران قاسمپور در مقابل قهرمان آسیا قرار گرفته. محمد جواد ابراهیمی دستای کامران بهتر کار میکرد و داور کشتی رو نگه میداره و تذکر میده به محمد جواد ابراهیمی که دستاش باید بهتر کار کنه. یه گست از کامران قاسمپور همیانه دو شهر دو دسته هم دیگه کار میکنن. هر دو کشتی بلدی هستن، ولی خب کامران قاسمپور به مراتب با تجربه تر از محمد جواد ابراهیمی هست. ترابدن ابراهیمی عضلانی تر و گلدورتر نشون میده، ولی خب کامران تکنیکی تره. ببینیم چه میشه در ادامه کار. سیسان شاکراک تو گذاشتن روی محمد جواد ابراهیمی، اگه نتونه امتیازی بگیره یک امتیاز برای کامران ثبت خواهد شد. محمد جواد ابراهیمی که تله قهرمانی آسیا رو در کارنامه خودش داره، یه لحظه اومد یه زیر نشون داد از کامران، ولی نگه میشه از کامران زیر گرفت. کامرانی که خودش یکی از بهترین زیرگیرهای حال حاضر دنیاست. خب سی ثانیه شاد کرد به پایان میرسه و یک امتیاز برای کامران ثبت میشه. رو دستای هم دیگه کار میکنن. کامران از زیر که سعی میکنه رو به جلو محمد جواد رو از توشک خارج کنه. از این مرم مچه دست محمد جواد رو گرو گرفته تا زیرگیری نکنه. محمد جواد ابراهیمی سعی میکنه. خب حالا درخواست کمکاری میشه برای کامران قاسمپور. تذکر رسمی رو میدم به کامران. اگر همینطور ادامه بده مطمئنه شاکراک رو به روی کامران خواهند گذاشت. این بار سی ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. دست دقیقه اول یه زیرگیری ببینیم میتونه خاک کنه یا نه. زیر یه خم تحت فشار میذاره و توشک خارجش میکنه. توشک خارجش میکنه و یک امتیاز میگیره کامران. چه کشتی دو بار صرف میشه. حالا مثل برق و باز یه زیرگیری کرد، ولی خب هوشیار بود محمد جواد ابراهیمی هم. دوتایی نداد، خاک نشد و توشک خارج شد. یک امتیاز فقط از دست داد. چه کشتی دو بار صرف میشه. حالا مسابقات قهرمانی جهان دیدیم چطور تونست جیدن کاچ رو شکست بده و مدال طلای جهان رو به گردن بندازه برای دومین بار. کامران قاسمپور دلاور مازنی ما. خب سیستان وقت ساعت فرا میرسه. ببینیم رضا یزدانی چه تاکتیکی در نظر میگیره برای شاگردش محمد جواد ابراهیمی در مقابل کامران قاسمپور، که کار سختی محمد جواد داره در مقابل کامران. یکی از آماده ترین کشتیگیرهای وزن 92 کیلوی حال حاضر جهان هستش کامران قاسمپور. خب دوستان پیج این اینستاگرام هم فراموش نشه، حسین نظری ام ام ای. اخبار کشتی رو در اونجا هم میتونی پیگیری کنی. محمد جواد ابراهیمی طلای قهرمانی آسیا رو داره. در سال 2018 در سال 2020 هم تونست طلا بگیره. تونست تاکومای ژاپنی رو 10-0 در فینال شکست بده و به مدال طلا برسه محمد جواد ابراهیمی. خب سی ثانیه وقت ساعت به پایان میرسه و دو کشتیگیر در میانه تو شای سه دقیقه دوم کشتی را آغاز میکنن. سرگرده هم نیه کار میکنن. یه زیر نشون بده محمد جواد ابراهیمی. اومده که دستش بهتر کار کنه، سرعت رو بالا ببره، حداقل شاکراک رو بزنه روی کامران. تذکر رسمی رو دادن به کامران. اگر یه مقدار محمد جواد دستش بهتر کار کنه مطمئنه شاکراک رو میزنه به روی کامران.
ببین چه میکنه، کامران زیرای برقاسای خوش رو به اجرا میذاره یا نه. رو سرگردن هم یه کار میکنن، دستای محمد جواد بهتر کار میکنه، رو سرگردن کار میکنه تا نذاره کامران تمرکز کنه برای زیرگیری خودش. یه زیر حالا یک بار دیگه محمد جواد نشون داد و دستای پرقدرت کامران نتونست عبور کنه. خیمه سنگین کامران یه لحظه سعی میکرد که ما این فیتو رو جمع جور کنه، ولی خب محمد جواد هم هوشیاره، تشویق یک پارچه هواداران انبوسازان هوتن و عاشقان کامران قاسمپور که فریاد کامران کامران سالن رو فرا گرفته. همچنان رو دسته همدیگه کار میکنن، کار خاصی ندیدیم، فن خاصی حتی بدل نشد. یکی دو تا زیر به هم نشون دادن، یه زیرگیری هم کامران به اجرا گذاشت، به پا رسید و این نتو از خواهی کنم اتوشه خواهد شد، نتو کشید 2-0. حالا شاد کنم رو میزن روی کامران، اگر کامران نتو امتیازی بگیره یک امتیاز برای محمد جواد ثبت خواهد شد. دوستان همونطور که میدونین قانون جدید فیلا میگه که فقط اون کشتیگیری که شاید کرای دوش هست باید اختار امتیاز بگیره، یعنی الان محمد جواد اگر هم امتیاز بگیره شاید کرای به قوت خودش باقی هستش. همچنان دست هم دیگه کار میکنند، محمد جواد ابراهیمی ترجیح میده یک امتیاز رو بگیره و اینجا 30 ثانیه به پایان میرسه و یک امتیاز برای ابراهیمی ثبت میشه. نتیجه کشتی 2-1، یک امتیاز نمیتونه مطمئن باشه برای کامران و قاسمپور. ثانیه آخر میتونه برای خروج از توشک هم برنده میدان بشه محمد جواد ابراهیمی. ببینیم کامران میتونه اداره کنه یا نه. کامرانی که 4 دقیقه در مقابل جیدون کاچ اداره کرد کشتی رو و جیدون کاچ نتونست از امتیاز بگیره، یه لحظه حالی سرزیر بغل نشون داد محمد جواد ابراهیمی، ولی نمیتونه دستای کامران عبور کنه، داره شلوغش میکنه. ولی کامران داره هوشیار کشتی میگیره، به میل محمد جواد کشتی نمیگیره، کشتی خودش رو داره میگیره. یه لحظه اومد برای زیرگیری، سرگردن رو گره گرفته تا تایم رو به نفع خودش سپری کنه. هرچه در توان داره داره رو میکنه محمد جواد ابراهیمی، سعی میکنه یه بار دیگه زیر نشون میده، ولی خب سخت از کامران زیر گرفتن. ثانیه‌های حساس پایانی 5-4 و بله کامران قاسمپور یه برد دیگه برای انبوسازان هوتن رقم میزنه در مقابل محمد جواد ابراهیمی. محمد جواد ابراهیمی هم الحق و الانصاف که کشتی خوبی گرفت در مقابل قهرمان جهان، قهرمان 2 سال پیاپی جهان کامران قاسمپور. خب دوستان تبریک میگم به کامران و امیدوارم که دیدن این کشتی زیبا لذت برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود دوستان.